سلام دوستان، نوید هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر تا حالا دنبال برنامه نویسی موبایل اپلیکیشن بودین، دیولوب کردن موبایل اپلیکیشن ها، احتمالا شنیدین که میگن مثلا فلان تکنولوژی استفاده میشه برای درست کردن موبایل اپلیکیشن داخل iOS برای اپل، یا فلان تکنولوژی برای اندروید. اگه بخوام برای ویندوز اپلیکیشن درست کنم باید از فلان چیز استفاده کنم و غیره. و دیدین خیلی از شرکت ها مثلا اپلیکیشن اندروید دارن، مال iOS رو ندارن، مال iOS رو دارن، مال اندروید رو ندارن. و اگر بخوان اون کار رو انجام بدن، هر دو تاشو داشته باشن، مثلا اول اینو درست میکنن بعد میان اونو درست میکنن. خیلی از شرکت ها بر اساس مارکت نگاه میکنن به کدومش نیاز دارن. مثلا من اگر بخوام یه اپلیکیشن توی ایران درست کنم، اول اندروید رو درست میکنم برای اینکه بیشتر افراد اندروید دارن. اگه کسی بخواد برای سوئد درست کنه، اول iOS رو درست میکنه برای اینکه بیشتر iOS رو دارن. این چیزها رو محاسبه میکنن و بعد درست میکنن. دلیلش هم اینه که میشن دو تا اپلیکیشن جدا. ممکنه خیلی از لاجیک رو مجبور باشن دو بار بنویسن، خیلی از ریسورس هایی که استفاده میکنن هم دو بار بنویسن، که این خودش یه مشکله. یه راه حلی هم که بعضی استفاده میکنن برای اینکه این مشکلات رو نداشته باشن اینه که میان یه دونه وب اپلیکیشن درست میکنن، این در واقع یه وبسایت رسپانسیو، و بعد توی اپلیکیشن هاشون میان اون سایت رو باز میکنن. یعنی اون موقع میاد یه دونه اپلیکیشن درست میکنه داخل iOS، یه دونه درست میکنه داخل اندروید یا هر پلتفرم دیگه ای، و تنها کاری که این اپلیکیشن انجام میده اینه که اون سایت رو که درست کرده توی اون نشون میده. در نتیجه یه کد نوشتن، یه بار یه کاری انجام دادن، توی جاهای مختلف میتونن استفاده بکنن. اینم یه راه حلیه که خیلی جاها مفیده، ولی یک مشکلی که داره اینه که اپلیکیشن دیگه اپلیکیشن نیتیو نیست، اون کارا به صورت نیتیو برای اون پلتفرم نیست، در نتیجه پرفورمنستون میاد پایین. همیشه باید اینترنت داشته باشین، اگر اینترنتتون قطع بشه دیگه نمیتونین استفاده کنین و مسائل دیگه. دات نت ماوی یه دونه فریم ورکه که مایکروسافت اون رو بر اساس یه دونه فریم ورک قدیمی تر به نام زامارین فورمز اومده درستش کرده. کار این دات نت ماوی چیه؟ همون جوری که زامارین فورمز اون کار رو انجام میداد، یه دونه کراس پلتفرم فریم ورکه که با استفاده از اون میتونیم نیتیو اپ درست بکنیم. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه شما داخل این فریم ورک میتونین اپلیکیشن های درست بکنین برای اندروید، برای iOS، برای مک، برای ویندوز با یه دونه کد. یعنی من یه بار کدم رو مینویسم و اون اپلیکیشن رو ایجاد میکنم و بعد من این اپلیکیشن رو میتونم توی پلتفرم های مختلف اجراش بکنم. یعنی اگر مثلا اپلیکیشن من یه سری محاسبات خاص داره، نیاز نیست من یه بار این محاسبات رو برای iOS بنویسم، یه بار واسه اندروید بنویسم، یه بار واسه ویندوز. یک بار می‌نویسم، توی پلتفرم‌های مختلف استفاده میشه. و یه نکته خیلی مهم دیگه هم داره اینه که مثلا فرض کنید برای یه نفری که سی شارپ کاره و مدت‌ها و سال‌های زیادی با ویژوال استودیو کار کرده، دیگه نیاز نیست اگر الان میخواد وارد بازار مثلا تولید اپلیکیشن بشه بره یه زبون جدید یاد بگیره. میتونه از همون دانشی که در مورد سی شارپ داشته استفاده بکنه و کدش رو توی همون ویژوال استودیویی که تا حالا استفاده میکرده بنویسه. بر اساس داکیومنت مایکروسافت هم برای این پلتفرمایی که اینجا نوشتم، مثلا اندروید 5 به بالا، iOS 11 به بالا و بقیه، میتونید با استفاده از دات نت ماوی اپلیکیشن تولید بکنید. اگر شما هم مثل من فکر میکنین که این فریمورک خیلی فریمورک جذابیه، با من بمونین که در ادامه با یه دونه مثال ساده ببینیم چطوری کار میکنه. برای اینکه بخوایم اپلیکیشن داخل ماوی درست بکنیم، باید اول ببینیم که فریمورکش نصب هست یا نیست. با خاطر همین ویژوال استودیو اینستالر رو باز میکنین، بعد حالا از هر کدوم از این ورژن هایی که میخواستین استفاده بکنین، من میخوام با ویژوال استودیو پروفشنال درستش بکنم، میان گزینه مودیفای رو میزنید و بعد این قسمت دات نت مولتی پلتفرم API UI development این باید کلیک داشته باشه، چک خورده باشه. من ندارم، میزنم و بهم میگه چه چیزایی نصب میشه و بعدم میزنم مودیفای. برای من حدود 11 و خورده گیگ جا میگیره. خب طول میکشه نصب شدنش، من ویدیو رو استاپ میکنم، نصب میشه برمیگرد.
خب ما این نصب شد، الان دیگه من فقط ویژوال استودیو رو رانش میکنم و بعد اینجا از توی این قسمت Create New Project از اینجا من سرچ کردم .NET Movie App انتخابش میکنم و Next. اسمش چی هست؟ اسمش رو میذاریم Hello World App. Next میزنم، .NET رو روی همین 7 نگه میدارم و Create. الان ویژوال استودیو اپلیکیشن منو ساخت به همین راحتی. اینجا میبینی نوشته ویندوز ماشین، من اگر اینو بزنم اپلیکیشن لانچ میشه به صورت یه دونه ویندوز اپلیکیشن، یعنی اپلیکیشنی که روی ویندوز میتونید شما رانش میکنید. تا ببینیم به چه شکل هست. این الان اپلیکیشن ماست که نوشته Hello World Welcome to .NET Multi-Platform App UI. اینجا هم که نوشته کلیک می، کلیک کنم، هر بار که کلیک میکنم عدد رو یه دونه اضافه میکنم. خب حالا من برم توی Solution Explorer، توی MAUI یه چیزی داریم به نام Hot Reload، یعنی شما هر تغییر رو که انجام بدین اتوماتیک همینجوری که برنامه رانه میتونید اینجا ببینید. اینجا اگر بریم نگاه کنیم، علاوه بر این چیزهای مختلفی که حالا بعداً آشنا میشیم باهاش، کدی که من الان دارم توی اینه، کد اصلی توی مین پیجه، یعنی اون صفحه اولی که اومده مین پیجه، پسفندش زمل است. الان ما اینو که بازش بکنیم میبینین این تگ های مختلف کارهای مختلف میکنن. به HTML مثلا فکر کنین که متوجه بشین، مثلا این یه تگ ایمیج داره، یه تگ لیبل داره، یه دونه دیگه لیبل داره و یه دونه باده. مثلا این تگ اینو درست کرده برای من، اون ایمیج اینجا این عکس رو داره. به این صورت ما میتونیم صفحه رو طراحی کنیم و من اگر اینو بازش بکنم زیرش میبینین یه دونه زمل .cs هست. این کد cs که اینجا می نویسیم با سی شارپ میتونه با این کامپوننت هایی که اینجا داریم کار بکنه. خب حالا اگه من بخوام هات ریلود رو به شما نشون بدم، مثلا اول بیم برم داخل اینجا، بین اینجا نوشته مثلا Hello World. من این Hello World اگر پاکش بکنم، دقت کنید من برنامه رو استوب نکردم، برنامه رانه. مثلا من می‌نویسم اوکتاینتی و فقط سیوش که بکنم اینجا عوض میشه، یعنی نیاز نداره شما هی برنامه‌تون رو استوب بکنین هی دوباره رانش بکنین. این مال قسمت UI اینترفیستونه، یوزر اینترفیستونه. برای قسمت سی شارپش هم ما ریلود رو داریم. الان اینجا رو اگر نگاه بکنیم، این اون متدیه که زمانی که دکمه کلیک میشه ران میشه. توی این اومده یه دونه کانتر داره که هر بار که من دکمه رو فشار بدم یه دونه بهش اضافه میکنه. من میتونم بیام اینو بکنمش 10، مثلا بگم هر بار که دکمه فشار داده میشه به جای یکی 10 تا اضافه میشه. الان اگه من اینو بزنم اتفاق خاصی نمیفته، همچنان همون یکی یکیه. برای اینکه هات ریلود سی شارپ کار بکنه، وقتی که تغییرتون رو دادین باید بیاین روی این علامت نوشته هات ریلود، آلت اف 10 هم هست، اینو که بزنم اعمال میشه. الان دیگه الان من اینو بزنم این میشه 20 سی و به این صورت شما میتونید هات ریلود سی شارپ رو هم انجام بدید. حالا بیاین یه دکمه دیگه اضافه بکنیم. من میام اینجا کل اینو کپیش میکنم، اینجا پیستش میکنم. فقط چیزی که هست میبینیم که نیم داره، این اسما باید با هم دیگه فرق بکنه. حالا من اینو میذارم کانتر 2. البته این اسمی گذاشتم اصلا اسم خوبی نیست،
فقط من الان دارم اینو میذارم که ببینیم چجوری میشه این کار رو انجام داد. بعد اینجا داره میگه که کلیک بره کجا. الان این دوتا دکمه هر دوتاش به یه جا میره، بنابراین هر کدوم فشار بده یه اتفاق بیشتر نمیفته. من اینو پاکش میکنم، کنترل رو میگیرم، اسپیس رو میزنم، با این نیو ایونت هندلر اینو که بزنم یه دونه برام درست کرد. الان اگه برم توی این ببینید به همین راحتی برای من یه دونه متد درست کرد که دکمه دوم زمانی که اجرا میشه اون اتفاقات واسه من بیفته. من همه اینا رو میارم اینجا. خب من همه رو میارم میذارم اینجا و به جای به اضافه اینو میکنمش منفی که کم بکنه. اینم میگیم 5 تا 5 تا کم بکنه. حالا دلیل خاصی نداره، فقط میخوام ببینیم که شما ببینید که چه جوری میتونیم اضافه بکنیم. رانش بکنم، اینو بریمش اینجا. این 10 تا 10 تا اضافه میکنه، 5 تا 5 تا کم میکنه. ولی اگه دقت بکنید اینجا مت داره اینجا عوض میشه نه روی این. چرا؟ چون که من اینجا بریم اینجا نگاه کنیم، این دکمه اسمش هست کانتر بی تی ان، اسم این یکی هست کانتر دو بی تی ان. اینجا توی هر دوتاش داره میگه مت رو روی کانتر بی تی ان بذار. من این اگر بکنم دو، اینم بکنم دو و بعد سیف و بعد ریلود، هات ریلود که نخون برنامه رو استوب بکنم. الان دیگه اگه بزنم ببینید روی این کم میشه، به اضافه روی اونه، اینم روی اونه. اگر متوجه نمیشین هیچ ایراد نداره، فقط میخوام ببینید به چه صورته. کار دیگه که میتونم بکنم مثلا فرض بکنید ببینید اینجا مثلا چه کارهای مختلفی کرد. اینجا مثلا من اینجا تکست رو گذاشتم، فرضاً من میتونم اینجا بذارم background colorش مساوی باشه مثلا به جای آبی قرمز. سیوش بکنم، ببینی الان این دکمه شد قرمز رنگ. یا مثلا اینجا بذارم فون سایزش بشه 25، میتونم عدد بذارم، میتونم هم از اینها استفاده بکنم، میگم تایتل بشه، بزرگ بشه، مثلا یه تایتل در نظر بگیره بزرگش کن، یا بگم مثلا بشه 36. بازم کار میکنه. این کارهای مختلف رو میتونیم داخل زمل انجام بدیم که شکل برنامه‌مون رو عوض بکنیم. خب من اینو استوپش بکنم. الان اینو که دیدیم داخل ویندوز به صورت ویندوز اپ بود، من میتونم همین برنامه رو رانش بکنم توی اندروید ببینم بدون اینکه بخوام کدی رو تغییر بدم. یعنی این اپلیکیشن رو من میتونم توی اندروید هم ببینم. برای اینکه بخوام توی اندروید ببینم باید بیام از این قسمت بخش اندروید رو تعریف بکنم. برای اندروید دو راه هست، یکی شما میتونید امیولیتر داشته باشین، یعنی توی کامپیوترتون شبیه سازی میکنه یه دستگاه اندروید رو و اپلیکیشن داخلش نشون میده که معمولا کند و ویزر اذیت میکنه. یه راه آسان‌تر اینه که دستگاه اندرویدتون رو وصل کنید به کامپیوترتون و بعد وقتی که اپلیکیشن از اینجا ران میکنید اپلیکیشن روی گوشی شما بیاد بالا و هر تغییر میدین روی گوشیتون ببینید، که خیلی سریعتر و خیلی بهتره. حالا توی ویدیوهای بعدی این کار رو انجام میدم که ببینیم چجوری ما میتونیم این رو به گوشیمون وصل بکنیم و روی اون ران بکنیم و اجرا کنیم و ببینیم به کارو به چه صورت انجام میشه. یه خلاصه دوباره بخوام بگم از اول، الان من یه دونه پروژه درست کردم داخل ماوی که یه دونه پروژه است، ولی این پروژه و این کدها رو میشه روی پلتفرم های مختلف اجراشون کرد، نیاز ندارم جدا جدا بنویسم این چیز خاص رو. بعد الان صفحه اصلی اپ من یه صفحه بیشتر نداره و اون یه صفحه توی این فایل مین پیج که پسوندش هست زمل. توی این قسمت زمل شما کمپوننت های مختلفی رو که میخواین یوزر اینترفیستون باشه ببینید رو میذارید. به
به HTML فکر کنی، یه چیزی تو اون مایه ها، برای اینکه درکش آسون تر بشه. و هر فایل زمل یه دونه فایل C# با پسوند CS هم داره که کد پشت اون فایل هست و ما با استفاده از C# میتونیم با کامپوننت هایی که داخل یوزر اینترفیسمون داریم کار بکنیم. همجوری که گفتم آوی خیلی فریمورک قدرتمندیه که با استفاده از اون میتونیم با یک کد برای چندین پلتفرم مختلف اپلیکیشن درست بکنیم. شخصا این فریمورک رو خیلی دوست دارم و باهاش هم کار کردم. اگر شما هم علاقه مند هستین و دوست دارین که بیشتر در مورد این فریمورک ویدیو بذارم، لطفا کامنت بذارید که ادامهش بدیم. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک بکنید، لطفا با دوستانتون هم اشتراک بذارید، لطفا کانال رو سابسکرایب کنید اگر نکردین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. در آینده من ویدیوهای بیشتری رو در مورد خود برنامه‌نویسی C# هم خواهم داشت. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.